بسم الله الرحمن الرحیم به نام مهرافرین مهرگستر بینندگان ارجمند و عزیز سلامهای گرم و صمیمانه ما را پذیرا باشین از برنامه ها که از طریق تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری تقدیم نگاه های مهربانتان میشه امروز هم طبق روال هر دوشنبه قرار است که راجع به موضوع نسل نو با هم صحبت هایی داشته باشیم اما دوستانی که از اون مشکلاتی که در محیط خانواده اجتماع و حتی محیط کار برای ما پیش می و باعث میشه که سرمنشه بسیار از آسیب های روحی و جسمی و روانی باشه در ما عدم, عدم توانایی در برقراری ارتباط موثر هست که نمیتونیم یک ارتباط کارآمد و موثر با اطرافیان خود برقرار کنه ما را دچار مشکلات زیاد کرده و در این زمینه اگر در محیط خانواده سر بزنه جوانان از یک سو گلمند هستند که درک نمیشن از طرف خانواده و والدین خود و والدین هم آنها را متهم میکنن به بی احترامی از در سطح جامعه هم اگر اگر ببینیم جوانان یک پتانسیل و یک نیروی بالقوه هستند در اجتماع که باید از آنها نهایت استفاده را بشه و زمینه برای رشد استعدادهای آنها فراهم بشه و لازمه این موضوع هم برقراری یک ارتباط موثر با جوانان هست امروز قرار است راجع به همین موضوع صحبت کنیم که چطور میتونیم ارتباط موثر برقرار کنیم با نسل نو و جوانان در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم خانم خوش آمدیم ام با برنامه بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و همچنین بینندگان محترم سلامت باشید شما بسیار با یک مقدمه خوب آغاز کردین مهم. بحث ما اگر خاطر بزرگواران باشد در این چند جلسه پیرامون نسل نو صحبت کردیم بله. که میخواستیم اونها را بشناسیم و از طریق شناخت با آنها تعامل سازنده و خوب داشته باشیم بلی. و لازم این امرین است که ما ابتداعا اونا را یک شناخت ازشان داشته باشیم و وقتی که ما شناخت داشتیم با افراد می توانیم ارتباط برقرار برماردو کنیم برماردو. که محسر باشد امه. سمر بخش برای ما باشد امیدوارم دقیقا و خانفتی ما گفتیم که باید یک ارتباط موثر داشته باشیم با جوانان شاید سوال باشه برای بسیار از والدین به خصوص که چرا این ارتباط نمیتونه برقرار کنیم شاید در زمانهای گذشته این ارتباط راحت برقرار میشد خب ما در برنامه های گذشته هم ذکر کردیم که با مدد گسترش ارتباطات و اینترنت و فضای مجازی که انسان ها را وابسته به خود کرده به خصوص جوانان این برقراری ای ارتباط شاید کمی مشکل تر باشه یا داره یک سری هایی باشه که من والدین به دلیل اینکه حالا آگاهی درستی از نحوه برقراری ارتباط درست ندارم و یا استفاده از اینترنت و فضای مجازی زیاد بر من جذاب نیست به اندازه جوانان این مشکل ایجاد شده که من نتونستم ارتباط برقرار کنم با جوان خود در خانواده یا در محیط کار و اجتماع راه، راهکارهای برقراری ارتباطات موثر را بر ما میگه ابتداعا ان... چی در مورد نسل جوان بله. چی سایر افرادی که ما با هم مرتبطیم در جامعه و نه با اونها متخصصین سین امر سه تا اصل بیان میکنن میگن بله. که ما اگر این سه تا اصل در روابط ما رعایت بکنیم قطعا یک ارتباط خوب برقرار میشه, بقرار میشه. اولین امرش اعتبار هست اعتبار سازی امه. یعنی اینکه من والد مورد اعتماد فرزندم باشم بله. و به با هر میزان که من را به عنوان بزرگتر خودش قبول بکنه به همون میزان ارتباط مؤثر این ارتباط مؤثر می باشد اه. و ما در مورد این اعتبار و اعتماد صحبت داریم بله. دومین اصل بسیار مهم در رابطه همدلی است که ما به طرف مقابل بفهمانیم که ما شما را درک میکنیم و اگر نصیحت از جانب ما هست تذکر از جانب ما هست این است که ما خیرخواه شما هستیم و صلاح شما را میدانیم بله یاد خب اینه که جوانان نمیپذارن خان فتی زیادی از والدین میگن که خب ما به همی اس، استناد به همین موضوع که ما خیرخواه شما هستیم و صلاح شما را میخواهیم نصیحت های خدا به میکنیم در حالی که خب کو گوش شنوا و گوش شنوای نیست برای این در این زمینه حتما شما راهکارهایی دارین که جوان بپذیر صحبت والدین را درست است قطعا به همین صورت است در ادامه انشالله بر ما بگیم توضیح داد وقت ما از ارتباط صحبت میکنیم بله. ارتباط صرفا گفتاری نیست, نیست. و اگر ما آمدیم به گفتار فقط و فقط اکتفا کردیم و عمل ما چیز دیگر نشان داد همین است که جوان به ما اعتماد نمیکنه نمی و او این حس را به ما نمیده که شما ما را درک میکنیم بله، پس لابد. ما با رفتار خود ما با عمل خود ما علاوه با گفتار ای را با او باید منتقل بکنیم بفهمانیم که اصفاده. ما خیرخواه شما هستیم پس امه. یک ارتباط سازنده میتونه داشته باشیم و با اصل دیگر در همه روابط ذهنیت شناسی است به این معنا که طرف مقابل ما حالا فرزند ما هست شاگرد ما هست همکار ما هست بداند که من چی انتظار از او دارم بله و من هم به همین نسبت چی انتظار میتونم از او داشته باشم و او هم و همین رابطه را متقابلا از من انتظار داشته باشه خب این چی وقت به وجود میه خصوصا در خانواده که او بداند که من از او چی انتظار دارم شما فرمودید که در گذشته روابط بسیار زیاد بوده روابط نزدیک بوده است وقتی ارتباط زیاد هست قطعا اون شخصی که ما به ما مرتبط می شود می داند که ما از او چی انتظار داریم بله. مثلا در گذشته والدین تذکرات می دانند که در مثلا کدام مجلس چه نوع پوشش داشته باشی چه نوع گفتار داشته باشی چه نوع رفتار داشته باشی و این گفتارها باعث می شد که فرزند بفهمد که انتظار والدین از ما این است دقیقاً یا در درس خواندن در شغل در هر رابطه هم. وقتی با اونا صحبت میکردن انتظارات خودشان را منتقل میکردن و او هم میدانست که از ما چی انتظار دارد والدین و میپذیرم. میپذیرفت می خب امروزه این فاصله ایجاد شده است که گفتگو کم است بین ما بهمت. و وقتی که ما گفتگو نداشته باشیم قطعا جوان نمیفهمد که به عنوان والد از او چی انتظار دارد و شاید رفتار بکند که مورد پسند من واقع نشود, واقع نشود. مم. پس حتما در یک ارتباط ما این را به طرف مقابل بفهمانیم و بداند که از ما و ما از او چی انتظار داریم پس این اصل خب بریم یک قبل از اینکه راجع به موضوع بعدی صحبت کنیم میخوام فتحی راجع به خیرخواهی گفتیم بر سوال پیش آمد که خب جوانی که هنوز به او تجربه نرسیده و او پختگی نرسیده که نفع و ضرر خود تشخیص بده و بدانه که چی به خیرم و صلاح است و چی به است زر و, و از او طرف هم شما گفتین که باید یک سری خیرخواهی ها را از طریق عمل و ارتباط موثر با با فرزند خود با او القا کنیم و بفهمانیم که ما خیر و صلاح را رو آیا این حد و مرزی هم داره یک طرف جوان هست که میگه خب من دیگه کلان شدیم و نیاز نداریم به این همه مواظبت از جانب پدر و مادر و این همه توصیه شاید باز در قالب این موضوع بخواین که سر باز بزنن از نصیحت ها و توصیه های والدین چون که نفوذ و اونطور که باید با در میقیاس تجربه که والدینشان دارن نتونن درک کنن ما به عنوان یک مسلمان میدانیم که دین اسلام یک دین متعادل هست بله. در هر زمینی م. حتی در وز و نصیحت کردن باید این تعادل رعایت بشه م. تذکر زیاد هم کارامد خوب نیست. کارآمد نیست شاید به عادت تبدیل بشه بله. من انقدر از اینها مثلا از والدینم شنیدم که فقط گوش میکنم و عمل نمیکنم نمی نمی پس هر چیز خوب است تا عادلش حفظ بشه حفظ بشد. و جوان هم یکی از ویژگی روحی این است که استقلال میخواد داشته باشه. بله. و ما چرا در توسییه های دینی ما داریم که شما وقتی که یک جوان به یک نمی میرسه اوننا به عنوان مشاورتان قبول کنیم اون میشه مشاور ما بله. پس ما اگر از او مشورت می‌خوایم، به او مشورت می دهیم و اوی رو میفهمانیم که، ما خیر صلاح شما رو میدانیم و به آزادی شما هم احترام قائلیم دقیقا شما میتوانید در این چیزی که ما سر راه شما قرار دادیم مخیر هستید و قطعا چون اون امری که ما بهشان پیشنهاد دادیم اگر عقلانه باشد اگر فطری باشد اگر صلاح در اون باشد او قطعا میپذیرد و این امور ما در نظر داریم که یک ارتباط را میگیم ارتباط موثر کار کارآمد سپاسگزاریم از شما خانم فتحی بزرگوار و از همراهی شما همراهان عالقت بریم و برگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود خانه زیبا و نیکی بود از حضرت امیر المومنین امام علی علیه السلام راجع و سرمایه انسان ها که میتونه جوانی و تندرستی باشه همونطور که میبینیم دین مبین اسلام و روی کرده ائمه اطهار علیه السلام هم بر این هست که تمرکز ویژه و خاصی دارن روی جوانان و جوانان مسلمان به خصوص امام جعفر صادق علیه السلام هم میفرمایند جوانان را دریابید که آنان زودتر به کار نیک روی می آورند. و یکی از راه های دریافتن جوانان هم همی برقراری ارتباط موثر است با جوانان که امروز راجع به او داریم صحبت می کنیم با خانم فتحی برمیگردیم به ادامه بحث خانم فتحی گفتیم که راهکارهایی داریم برای ای که ارتباط موثر برقرار کنیم با جوانان خود چه در اجتماع و چه در خانواده می از شما پس بنابراین با عنوان کسی که در امر تربیت کوچکتر از خود ما ما مؤثر هستیم بله. خوب است که روش ارتباط را ما آگاه باشیم بله. ارتباط یعنی یک فن یک روش یعنی فن انتقال اطلاعات بله. من با افکار خودم با عواطف خودم با رفتار خودم اطلاعات را به طرف مقابل انتقال میتم بله. و این میشه باعث یک نوع ارتباط که ما میگیتانم با او برقرار بکنم و یک حس سمیمی و دوستی را هم ایجاد میکنم بین دو طرف فکر میکنم قطعا به همین صورت هست خب این ارتباط به چند نوع میتونیم تقسیم بشه بله. یک وقت است که ما میتونیم ارتباط ما گفتاری باشه با هم دیگه صحبت بکنیم و تبادل اطلاعات بگونیم انتظارات ما رو بگوییم باید. هنجارهایی که بر ما هست بگوییم ارزشهایی که ما داریم را بگوییم و طرف مقابل از ما بپذیرد یک وقت است که این ارتباط شنیداری است باید فقط انسان گوش کند مهم. که دیگری به او چی میگوید و یک وقت هم هست که ارتباط دیداری است از طریق مشاهده طرف مقابل میبیند که ما به آن چیزی که میگوییم آیا خود ما ایمان داریم بله. یا ایمان نداریم امه. شما فرمودین شاید جوان بعض وقتا از ما نپذیره بله. خب ما تنها به لسان به زبان نباید اکتفا بکنیم اگر جوان ببیند به آن چیزی که ما میگوییم خودمان خود ما به او عمل میکنیم چون ما در معرض دید او هستیم مشاهده می‌کند. میکند اگر رفتار و کردار ما متفاوت باشد خب قطعا از ما نمیپذیرد نمی بله. پس این یک نوع ارتباط دیگر و یک نوع ارتباط دیگری که داریم نوشتاری است شاید کسی این فن یا این روش را بلد نباشد که گفتار خوب با طرف مقابل داشته باشد وقتی گفتار میکند محتوا محتوای خوب هست اما لحن لحن خوبه نیست. نیست و جوان به خاطر لحنه که خوبه که با اون برقرار نکردیم از ما نمیپذیره بله و این میبینیم ارتباط را خراب میکنه ارتباط را مؤثر نمیکنه پس خوب است که یک وقت نویسیم در قالب یک پیام در قالب یک نامه و این میبینیم چقدر یک روش مؤثر است چقدر یک روش خوبی هست شما مراجعه بکنین بینندگان ما قطعا به همین صورت است قطعا شما دیدید که در نامه سیوی یک نهج البلاغه امام علی علیه السلام برای فرزند خودش امام حسن مجتبا علیه السلام که یک فرد بالغ هست عاقل است در قالب یک نامه فرازهای از توصیه ها رو به او دارد حالا <تصفح> این نامه بسیار بلند است میتونم یک چند فرازش اشاره کنم که ما به عنوان کسانی که پیرو اهل بیت علیه السلام هستیم الگو بگیریم در ارتباطات ما اگر من امروز نمیتونم با فرزندم به هر دلیل فاصله افتاده بین ما یا من این روش را بلد نیستم که خوب صحبت بکنم یا او شاید در راه دور باشد ما نتونیم گفتاری بسیار با هم صحبت بکنیم خب روشش نوشتاری است میتونیم بنویسیم امام علی علیه السلام در این نامه تذکر می دهد برای شاید امام حسن مجتبا قطعا یک فرد بالغ و امام ما هست یعنی. برای ماها توصیه های بسیار زیباست امام می که خودسازی بکن وقت انسان با یاد خدا باشد و خدا را در نظر داشته باشد این باعث میشه که انسان ساخته بشه شما کجا رو پیدا میکنید که خدا نباشد امه. و ما میتونیم خلاف دستورات الهی خلاف دستورات انسانی عمل بکنیم پس یک تذکر است امه. یا امام علی علیه السلام در یک فراز دیگر میفرماید که روزگار سختی دارد امه. و انسان برای اینکه به یک حق برسد باید سختی های روزگار را رو تحمل بکند شما متاسفانه امروز ما شاهد آماج از حملات به مردم مظلوم غزه هستیم اونها برای حق تحمل میکنن پایدار هستند. و با بدانیم که زندگی همگی ما حالا شاید در مقیاس کمتر هر زندگی برای خودش مشکلات دارد حالا مشکلات تربیتی دارد اقتصادی دارد متاسفانه جوان جامعه ما گرفتار بسیار از این مشکلات است دلستان. اما بدانیم که این سختی ها در گذر است و یک توصیه بسیار زیبای دیگر از امام علیه السلام با عنوان یک پدر دلسوز برای همگی ما این است که میگه به تاریخ مراجعه کنید تاریخ را مطالعه کنید هر ملتی که این همه کسانی که در این امر تخصص دارند هر ملتی که تاریخ را مطالعه نکنم و از او عبرت نگیرد تاریخ تکرار میشد بله پس میبینیم ما اگر میتونیم نصیحت ما را در قالب یک نوشتارهای بسیار زیبا و ببینید چقدر مزامین عالی است الگو بگیریم از امام علیه علیه السلام قطعا جوان ما او از ما میپذیرد پس ارتباط میتونه به انواع و اقسام مختلف باشد و این ارتباط زمان مؤثر است که همه این امور با هم. با هم رعایت بشود حالا اگر ما ناتوان بودیم یکی از این روش ها رو میتونیم و کار بگیریم و ارتباط موثر با جوان ما داشته باشیم بله پس بنابر این این از انواع ارتباط در شکل گیری یک رابطه که میتونه عامل باشد برای تعامل بین ما و نسل جوان که ما در قسمت های قبل ویژگی های اونها را بیان کردیم خب اینجا یک والد فریخته یک کسی که صلاحیت تربیت یک نصر داره قطعا خودش باید مجهز به علم روز بکند که بتانه یک ارتباط خوب داشته باشد حقیقتا به همی صورت است که گفتم میشه که هر کس صلاحیت ارتباط را ندارد پس اگر میخواییم که ما این صلاحیت را پیدا بکنیم این است که بدانیم یک ارتباط چگونه باید باشد اگر دیدیم که جوان ما از ما نپذیرفت با این که محتوا محتوای خوب هست برگردیم به خود ما با عنوان یک کسی که پیام را منتقل میکنیم پس اگر عیب است از ما اون عیب را برطرف بکنیم چون ما مسئول تربیت اونها هستیم و الگوی اونها فردا روز اونها والد میشن و از ما باید آموخته باشن که چگونه با فرزندان خودشان ارتباط, ارتباط بگیرن زمین این که خان فتی فکر میکنم که این شیوه های مختلفی داره و برای هر کس منحصر و فرد است شاید یک جوانی از یک روشی بتونه راحت تر بپذیره که جوان دیگه او روش برش کارامد نباشه با توجه به اینکه شما اشاره کرده این که ویژگی ها و خصوصیات شخصی و منحصر به فرد هر کس را باید شناخت و ای این وظیفه والدین است در ابتدا و گام اول برای ارتباط مؤثر برقرار کردن که فرزند خود را و خصوصیات و ویژگی های او را بشناسند خاطر شما هست ما در جلسه قبل هرچند بسیار کوتاه و گذرا چند ویژگی را بیان کردیم بلی. و قبل از اون مسائل را بیان کردیم که باعث فاصله بین ما میشه پس مم. اونها را باید حذف بکنیم که ما به این جوان ها نزدیک بشیم و در جلسات قبلتر نسل های بعدی را بیان کردیم که قبلی را بیان کردیم که اونها چه ویژگی دا اون ها داشتن خوبی های هر نسل ما باید داشته باشیم مم. و اگر احیانا در یک دو ویژگی با هم متفاوت است مثل اینکه اونها امروزه در اینترنت بسیار مهارت دارن ما نداریم خب ما خود ما را در یک سطح برسانیم در یک سطح که جوان ما را قبول بکنند پس ما همینجا می خواهیم در مورد اعتماد و اعتبار صحبت بکنیم در ارتباط دو تا چیز بسیار مهم است یعنی در فرایند انتقال اطلاعات دو چیز مهم است یکی این که منه که پیام میدهم و یکی این که پیامه که میدهم چیست یعنی محتوا چی میتانه باشه شاید ما امروز نتانیم به همه این مسائل برسیم اما در مورد پیام دهنده میخواییم صحبت بکنیم بله. که این پیام دهنده خودش چی ویژگی ها داشته باشد بله. دو ویژگی بسیار مهم در پیام دهنده ارزشمند است اولین اینکه شخص پیام دهنده مورد اعتبار طرف مقابل باشد دومین امر جذابیت ظاهری است یک ظاهر خوب میتونه اگر ارتباط خوب را رقم بزنه مم. جوان جوان هست که خودش به ظاهر خودش میرستم و معنایی که ما میگیم جذابیت ظاهری همین آراستگی که هست بله. پیراستگی که انسان داشته باشد درست. پس اولین امر که اعتبار است خود این امر باز تحت شرایط و عوامل هست که اون شرایط را اگر ما داشته باشیم مورد اعتبار فرزند ما هستیم بله. این ویژگی یا این عوامل چیزی که بر ما اعتبار میا. میبخشد ام. و ما بدانیم که به هر میزان که مورد قبول فرزند ما باشیم به همون میزان حرف ما رو گوش میکنن اه. اگر خلل هست باید به خود ما مراجعه داشته باشیم دنیم. اما ای که چیکار کنیم که مورد اعتماد فرزندمان باشیم و به قول شما اعتبار داشته باشیم پیش فرزند خود را هم با ما صحبت کنن بعد از یک وقت به کوتاه کماکان در خدمت شما خواهیم بود <applause> محمد و آل محمد و عجل فرجه هم خب انشالله که با برکت ذکر سلوات کانونهای خانواده ایتان گرم و صمیمی باشه خب رسیدیم به اینجای بحث که چیکار کنیم تا نزد جوانانمان به عنوان والدین مورد اعتماد باشیم و اعتبار داشته باشیم میشه میخوام فتحی بحث فکر میکنم است بر ما بفرمایید پس بنابراین ما تا اینجا گفتیم که در فرایند یک ارتباط دو چیز مهم است یکی که شخص که پیام میده و یکی خود پیام بله. و در شخص پیام دو چیز بسیار مهمه یکی اعتبار و یکی جذابیت ظاهری خب چه چیز اعتبار و اعتماد ما را بیشتر میکنم نزد جوان ما اولین امر تخصص است که ما در زمینه والد بودن باید داشته باشیم حالا از کجا پیدا کنیم تخصصا؟ این زمان هست که ما یاد بگیریم امروزه تربیت یک چیزی هست که کسی نگوید چون ما به همون قبل که والدین ما ما را تربیت کرده همون روش ها را ادامه میدیم باید روش ها متناسب با زمانی که ما در اون زمان زندگی میکنیم باشد امه. پس میتونیم این مطالعه را از طریق یادگیری همین برنامه های وزینه که اینچنینی بر ما یاد میدن که چگونه بله. یاد داشته باشیم یک ارتباط خوب را میتونیم کلاس بریم میتونیم از اینترنت مطالعه کنیم کتاب بخوانیم از افراد موفقی که در زمینه تربیت افراد ماهر هستن یاد بگیریم به هر نوع به هر شکل باید ما یاد بگیریم جوان خود ما را بشناسیم و با او مرتبط بشویم یعنی به نحوی رسانی کنیم خودمان به عنوان نسل قدیم و شیوه ها و روش های نوین را یاد بگیریم برای تربیت هم یقینا یک سری روش های هست که آپدیت شده و بروز شده و اون روش های قدیمی دیگه کارآمد نیست برای جوان امروز شاید یک سری تنبیهاتی که در زمان گذشته بود والدین از استفاده میکردن امروز اصلا پاسخگوی جوان امروز و تربیت جوان امروز نباشه روش های جدیدی باشه که اون نیازمندی است که به قول شما افزایش آگاهی داشته باشن والدین و آگاهی خود افزایش بدن در این زمینه تا بتونن که یک تخصص خاص در این زمینه پیدا کنن و همو اعتماده و اعتباره در نزد فرزند خود گیر بیارن و بحره. به دست بیارن بله همیشه بس ما در هر حوزه مثلا یک شخص است که معلم است در یک رشته خاص بله اقتصاددان است سیاست است به هر نسبتی که ما در جایگاه قرار گرفتیم و می خواهیم یک پیام را منتقل بکنیم این است که ما در اون حوزه تخصص داشته باشیم مهارت داشته باشیم اگر بیم سست بی پایه حرف بزنیم قطعا از ما نمیپذیرن و این چیزی است که به اعتبار ما لطمه وارد میکنن دومین چیزی که بسیار مهم است اینه که ما به چه میزان به چه مقدار نزد فرزند ما شخص مهم هستیم چون در زندگی هر شخص افراد در زندگی او مهم است یعنی رفتار نمی کنن حرف نمی که تا طرف مقابل دلش مثلا اصطلاح ما بشکنه ازش ناراحت بشه چرا میگه او طرف بر ما مهم است میخواهیم میخوایم او را داشته باشم با ایش ارتباط بگیرم سعی میکنم ما رفتارای ما بگونه تغییر بتم که از من مثلا او باشم او باشم و دلگیر نشود پس ما میتونیم ببینیم که ما چقدر مهم هستیم در زندگی فرزند ما آیا میلش به این است که طبق و اون چیزی که ما از اون رفتار بکند یا نکند یا به هر بهانه می خواهد که از تحت مثلا نال بگویم نظارت ما تربیت ما به یک نوع فرار بکنه یا خیر کار او می کند که به سمت ما خودش می این مهم بودن چطور می بر فرزند خود ایجاد کنه؟ به همین ویژگی ها یعنی ما اگر مورد اعتبار او باشم امه. و او بفهمد که بله مادر ما پدر ما مثلا بسیار انسان های فریخته و فهیم هستن مهم. سعیشان به این است که من جوان را درک بکنن با خوب ارتباط بگیرن و افکار ما احترام بگذارن و چیزهای مهم چیزهایی که در صلاح و خیر ما است به من منتقل بکنن مهم. و اینها افراد هستند که من همیشه باید با اونها باشم اینها فرد مهم زندگیم هست خب جوان میل این داره که با دوستان خودش مثلا وقت بیشتر رو بگذرانند بله چرا که جوان ها وقت با دوستان خودشان هستند دوستان کار میکنن که از همدیگه زده نشن یعنی حتی اگر نخواسته رفتار او رو تایید نکنه به نوعی به او میفهمانه که تو بر من مهم هستی من رفتار قبول دارم چون که میخوای وقت بیشتر با اونها داشته بیزاران. باشن مم. پس اون برش مهم است که او از, اون نرنجد پس من میتونم به عنوان یک والد بفهمم که آیا فرد مهم زندگی فرزندم هستم یا خیر؟ پس خیر. این چیزی است که من باید در خودم ایجاد, ایجاد بکنم. امه. مسئله بعدی شناخت زمان و مکان است. وقتی ما نصیحت می کنیم و جوان هم روحیه‌ای دارد که مستقل است، غرور دارد، آیا من به عنوان والد موقعیت شناس هستم در کجا به او تذکر بدم حتی اگر نصیحت خوب باشد شاید در جمع دوستان او دوست ندارد که من به او نصیحت هایی بکنم که این کار رو بکن این کار رو نکن یا نقطه ضعفش رو بیان کنم قطعا نقطه ضعف که به هیچ عنوان ما مم. اگر نصیحتی هم داریم و او نصیحت ما به نوع سرزنش کار طرف است بله. که نمیخوایم که کار ادامه بدهد حتما در جمع نباید مطرح بشه دقیقا پس بله. اگر ما این اصول را آید بکنیم این روش ها را یا به هر چیزی که ما میتونیم اسم اینها را بگذاریم ما میشیم فرد مورد اعتماد جوان ما و او میتونه بر ما با ما رجوع بکنه و یک ارتباط مؤثر بین ما برقرار بشه عامل دیگری که مرا معتبر می کند اعتماد سازی می کند به جوان این است که گفتار و رفتار من یکسان باشد <متحد> اگر این دوتا عین هم نبود و جوان مشاهده کرد که آن چیزی که من به او نصیحت می کنم, خودم انجام نمی, <متحد> قطعا او از ما نمیپذیرد <متحد> بله. <متحد> <متحد> این بسیار مهم است که متاسفانه برخی از والدین میگن ما چون بزرگ هستیم این حرفت گفتیم و از ما نپذیرفت خب چرا این نپذیرفتن را خودتان رجوع بکنین که آیا شما واقعا به اون گفته ایتان ایمان داشتین آیا شما هم عمل مم. کرده بودین به گفتهیتان بله اگر نپذیرفته دلیلش چیز باید به این علتها رجوع بکنیم دقیقاً، بله. و آخرین مورد که میتونیم بگوییم که اعتماد سازی میکند و به عنوان والدین نزد فرزندان ما را فروتنی است حقیقتا باید ما با زبان بسیار نرم با زبان دلسوزانه علاوه بر این که عرض شد متخصصانه مه. بیان بکنیم این زبان باید لین باشد ما الگوهای فراوان در زندگی ما داریم که در آیه از قرآن خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و میفرماید که اگر غلیظ القلب بودی قلب بودی مردم از دور تو پراکنده میشدن یعنی این رفتار نرم گفتار نرم باعث میشه که افراد به ما رجوع بکنن و نزدیک بشن اه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و در یک حدیث که شما میدانین که چی جایگاه حضرت دارد نزد خداوند متعال میفرماید که ما گروه پیامبران یعنی آه. شما یک لک و بیست چار هزار پیامبر را در نظر بگیرید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید که ما گروه پیامبران دستور داریم که با مردم مدارا بکنیم درست است پس اگر جوان ما بر حسب زمانی که زندگی می کند موقعیتی که او دارد خلقیات و ویژگی های او دارد که شاید مورد پسند ما نباشد ما به عنوان کسانی که دلسوز آنها هستیم فروتن باشیم نسبت اونها مهربان باشیم نصیحت های ما رو هم در قالب ببینن که نرم باشد بله. و شاید شما خانم قاسمی بزرگوار بزرگوار دیده باشید که والدین خوب حرف میزنن این پیامشان رو وقتی میگیم که مثلا من به فرزندم گفتم که مثلا راستگو باش بله محتوا بسیار محتوای خوب است احترام بگذار به بزرگتر خودت خوش اخلاق باش نمازت بخوان مثلا این کارو بکن فرزند ما از ما نمیپذیرد نب... نمی... خب یک چند وقت اگر باشون مرتبط باشین میبینیم که لحن لحن خوبه نیست نیست و جوان بایی که میداند که متن محتوا غنیست اما از او نمی است. پس موارد دیگه هم هست ما به همین مقدار اکتفا می کنیم. اگر می خواهیم که مورد اعتماد فرزند ما باشیم و اگر ارتباط خوب داشته باشیم در خود ما این ویژگی ها را تقویت بکنیم به عنوان کسی که می خواهیم با انها مرتبط بشویم بله سپاسگزارم از شما به عنوان صحبت آخر اگر که توصیه‌ای دارین با بینندگان عزیز ما میشنویم از شما من چون بحث به اینجا رسید که آخرین مورد هم خدمت عزیزان عرض بکنم همین ارتباط یک چیزی که بسیار مهم است جذابیت ظاهری است که ما تا حدی که اجازه داریم هم شرعن و هم به لحاظ بهداشتی و هم لحاظ این که ها فطرتا زیبا دوست هستند سعی ما بر این باشد که تناسب اون ظاهر ما رعایت بشه بقید. و جوانی که خودش به ظاهرش بسیار اهمیت میده پیراسته است آراسته است ما هم به عنوان یک پیام دهنده به او در رفتار ما انتقال بتیم که ما هم به همین گونه هستیم اون مشاهده می کند رفتار ما را پس بنابراین سعی ما در یک ارتباط مؤثر رایت این موارد باشد که خدمت عزیزان کردیم. سپاسگزاریم از شما و از حضور گرمتان در برنامه و همچنین از نگاه های گرم شما که تا پایان برنامه با ما همراه بودین با جوانان مهربان باشیم و آنها را دریابیم و بدرود اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه